اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء. السلام عليك يا عقيلة العرب يا میخوابه
سهر عشق غروب سهر عشق یا زینب یا زینب سینه ها پر امیده که تولد خورشیده صدای خدا پیچیده یا زینب یا زینب یا زینب 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 یا زینب 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 ای ز دیدار روخت چشم پیمبر دیده یه حق نگر ساقی کوثر روشن تیرگی نیست در آن سینه که مهر تو در اوست که ز مهر تو شده سینه یه حیدر روشن سیده ی عالمینی نور هر دو عینی نه فقط خواهر که یار و مادر حسینی سیده ی عالمینی نور هر دو عینی نه فقط خواهر که یار و مادر حسینی یا زینت دوش بابایی تو گل تاهایی در حیرتم خود برگو زینب یا زهرایی زینت دوش بابایی تو گل تاهایی در حیرتم خود برگو زینب یا زهرایی یا الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني
بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نهو الكساء وقال: السلام عليك يا جد يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل مع تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء بحسن صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء بحسين صلوات. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله.
فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو بما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا أخي يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت كساء بعلي سلام. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء، فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدب لمن أداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما
خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة. الذين هم تحت الكسر. فقال الأمين جبرائيل: يا رب يا رب يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل: هم نكيان، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها، هم فاطمة وأبوك، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب يا رب، أتأذن لي أن أهبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. صلوات. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي حساس: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تدهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله،
أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. این لحظاتو قد بدونید، حاجت داره الان وقتشه. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغوا. تو از هم جدا نشدیم، تا نرفتیم هرچی میخوای به لط میکنن، گناهاتو میبخشن. الله اکبر. فقال علی علیه السلام اذا والله فزنا ففاز شيعتنا ورب الكعب. فقال ابي رسول الله يا علي يا علي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مريض دارا غرف دارا حاجت دارا وفيهم محمول إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا أفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات خدا. خب یه چند دقیقه برای حضرت زینب یا علی میخوام همه با هم بخونید. رفقایی که میخوان جواب بدن، من میخوام اسم همه رو امام رضا امشب جز مدهان بی بی زینب بنویسن. اسم همه رو بخونید، شما حتما پشت ترمون بیای نیست، شما که اونجا جواب میدی اسمتو زودتر از من مینویسن. من توی ترمون خیلی چیزا میبینم، اما شما هم که داری جواب میدی فقط خودتو محضر اهل بیت میبینی. ما هم التماس دعا داریم. عقیلة العرب يا زينب عقيلة همه با هم عقيلة العرب. ما برای ایدی گرفتن اومدیم، زن اومدی دستا رو برای گرفتن حاجت بیارید بالا وقتی جواب میدید. عقيلة العرب جانم عقیلت ال... این صدای شما نیست، باز کن صدا تو داداش من. عقیلت ال... اگه دوست داری صدا تو امام رضا پیش خودشون نگه دارن، شب اول قبل به دردت بخوره، عالم برزخ قیامت به دردت بخوره، صدا رو آزاد کنید با همه وجود. آقایونه که با خونندگی آشنان میگن اگه دو زانو بشینید صداتون بازتر میشون. منم میخوام برای بی بی زینب سنگ تموم بذاره، الهی قربونش برن، الهی فداش بشه. نمیدونم آیا امشب فردا تو حرمش کسی براش جشن میگیره، غریبه. بیاین تو حرم امام رضا با همه وجود مایه بذاریم. عقیلة العرب یا زینب
جانم عقیلت سل. همه دسته نیومده بالا، حاجت داری بگو. عقیلت سل ماشالله عقی. یه بارم به نیابت امواتون بگید با صدای بلند، امواتمون دعامون کنن. هوا هوای شادی و شوره، هوا هوای بارکلا. میلاد زینب میلاد نوره، با هم بخونیم دوباره. هوا هوای شادی و شوره، ماشاءالله. دورتون بگردم. میلاد زینب میلاد نوره، آی میلاد قلب علی و فاطمه غرق سروره، قلب علی و فاطمه غرق سروره، قلب علی و فاطمه، قلب علی و فاطمه، آی قلب علی و فاطمه غرق سروره. عقیلة العرب یا زینب، اینجا بلرزه جان. عقیلة العرب یا زینب، عقیلة مشهد صدا تو برداره. حالا بگو یا زینب. ماشاءالله. عقیلة العرب، اوی عقیلة العرب، زینب که باشد زینت بابا. همه مدّاش شدی. زینب که باشد زینت بابا، بهتر ز هر گل گردد شکوفا، بهتر ماشاءالله. با عطر و بوی فاطمه آید به دنیا، با عطر و بوی فاطمه آید به دنیا، با عطر و بوی فاطمه آید به دنیا. عقیلة العرب یا زی. ای دستا برای گرفتن ایدی بیاد بالا. یا جانم عقیلة العرب، فداتون بشم. عقیلة العرب، های عقیلة العرب. حالا پرواز کن. وقتی که زینب دیده گشاید، وقتی که زینب مثل فردا دیده گشاید،
وقتی به عالم رخ می نماید، او از حسین ابن علی دل می رو باید، او از حسین ابن علی دست بالا، عقیلت العرب یا ماشاءالله، جانم عقیلت العرب، آه عقیلت العرب، زینب شمیم باغ جنان است، زینب شمیم میخوام حال بیای ها، زینب شمیم عطر ولایت در او عیان است، عطر او عم جان حضرت صاحب زمان است، او عم جان حضرت او عم جان حضرت صاحب زمان است، صدا دارا عقیلت العرب یا زینب جان، عقیلت العرب آه عقیلت العرب، یه بار دیگه به نیابت شهدا، عقیلت العرب، عقیلت العرب یا رب، آه عقیلت العرب، زینب که پا بر این دیده بگذاش، زینب تموم شد مجلس، زینب که پا بر این دیده بگذاش، جمله حساسی داره، از همت او دین قامت افراشت، از همت کرب و بلا را تا ابد زنده نگه داشت، کرب و بلا را تا ابد زنده نگه داشت، کرب و بلا را تا ابد زنده نگه داشت، عقیلت العرب، حالا دستا بیاد بالا، عقیلت العرب، عقیلت العرب، آه عقیلت العرب، یه بار بلند به نیابت اونایی که دلشون تو حرم امام رضاست خودشون نیستن، عقیلت العرب، مریض دارا، حاجت دارا، یا زین عقیلت العرب، آی عقیلت العرب، عرب یا زینب، خدا به کوثر خود کوثری دگر داده که خیر قطره و خیر کثیر او دریاست. عجب دختری خدا به علی داده، خدا به کوثر خود کوثری دگر داده که خیر قطره و خیر کثیر او دریاست. محمدم
حسین و حسن، جمال انورشان در جمال او پیداست. هنوز شیر ننوشیده دیده نکشوده. ببینم توی یه بیت چی جو صلوات می‌فرستی، همه توجه. هنوز شیر ننوشیده دیده نکشوده، به سینه اش تپش قلب سید الشهدا. هنوز شیر ننوشیده دیده نکشوده، به سینه اش تپش قلب سید الشهدا. میخوای صلوات بفرستید؟ همه با هم بفرستید. دیگه نمیخوام مزاحم بشم، اما به ابیاتی میاد که حیفم میاد. خجسته چهره او، خجسته خجسته چهره او، مصحفی به چشم حسین. چه مصحفی که پر از آیه های کرب و بلاست. زبان حیدریش کار ذوالفقار کنه، خطابهای بلندش خطابهای بلندش به شام و کوفه گواست. به شام و کوفه گواست، به حق زینب یا الله. این دستا بیاد بالا، من بارها عرض کردم تو همین حرم و جای دیگه فداتون بشم. تمام این محافل و مجالس و خوندنا و اومدنا و رفتنا و زیارتا و قرآن خوندنا و نماز و اینا همه برای تقربه، که وقتی میگیم یا الله جواب بشنویم. کورند، تاریکند، ظلمانیند اونایی که میگن شیعه ها اهل بیت رو گرفتن خدا رو رها کردن. نمیفهمن، احمقن، نمیدونن کی بهتر از حسین میتونه ما رو به خدا برسونه، کی بهتر از امام رضا میتونه ما رو به خدا برسونه. چقدر آلوده ها اومدن تو این حرم پاک شدن، تقرب پیدا کردن. پس با همه وجود بگید به سیدتن از زینب یا الله. پروردگارا صاحبمون به ما برسان، مولامونو به ما برسان، مشکلاتمون حل بفرما. این زیارت امشب ما در این حرم امام رضا، این زیارت امام رضای ما رو زیارت اون زیارتی قرار بده که امام رضا فرمودن سه جا میام. خدایا این زیارت رو نصیب ما بفرما. خدایا با آبروی امام رضا مریضامون، مریضای منظور، مریضای فی الحرم، مریضایی که به شما التماس دعا گفتن، مریضایی که دکترها جوابشون کردن ولی این صاحبی خونه هیچ کس رو جواب نمیکنه، به حق امام رضا و به عمه جانشان عقیله هاشمیان زینب کبرا سلام الله علیها لباس عافیت بپوشان. مشکلات ما رو حل بفرما. خدایا کشور ما، ملت ما، رهبر ما، دین ما، ایمان ما در پناه امام زمان حفظ بفرما. این مردم عزیز، این مردمی که در کره زمین ایرانی دومی نداره، از وفا و صفا و عشق و محبت همش هم مدیون ولایت امیرالمؤمنین هستیم. این ولایت در این دلها ما رو به عظمت هایی رسونده. خدا این مردم رو در پناه امام زمان حفظ بفرما.
جوانان عزیز ما را از خطرات دنیوی و اخروی حفاظت بفرما. پروردگارا ما را عامل به قال الباقر و قال الصادق قرار بده. شهدامون از ما راضی بفرما. گذشتگانمون، گذشتگان از این جمع، پدر و مادر من حقیر، همه را الان سر سفره امام رضا متنعم بدار. خدایا به این شب عزیز که شب تولد حضرت زینبه، دشمنان این بیبی رو شرشون رو به خودشون برگردان. سوریه و کربلا رو به حق امام رضا از تمام دشمنان اهل بیت پاک بگردان. انشاءالله بازم تو حرم زیارتتون کنیم. این صلوات.